خب سلام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبین گرامی. ما همیشه عادت داشتیم که اینجا حضور گرمتون داشته باشیم، ولی خب به علت پاندمی این ویروس منحوس کرونا ما از حضور فیزیکی شما محرومیم، ولی از حضور معنوی شما برخورداریم و چه بسا مخاطبین بیشتری چون که سالن کنفرانسش کم. از طرف خودم و خانه اندیشمندان علوم انسانی، گروه تاریخ و باستان‌شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، حضور شما در این لایو و نگاه زیبایتون رو خیر مقدم عرض میکنم. نمیشه گفت خیر مقدم چون الان شما همه تو پای لایوی، ولی خب دیگه این پاندمی کرونا طوری شده که ما برنامه هامون رو اینجوری برگزار کنیم که تنهایی باشیم و پشت تیبون و فاصله ایجاد بشه. آی چیز هرمون مخاطب رفت بالا بید که من تحمیل های بید کنیم. میتونین چه من؟ خب موضوع جلسه امشب راجع به هفته تهران هست و باستان شناسی تهران از منظر باستان شناسی. در خدمت آقای دکتر قدیر افرون هستیم، باستان شناس و رئیس اداره میراث تهران. خیلی دکتر باستان شناسی باستان تهران. آقای دکتر سابقه فعالیت های بسیاری در شهر تهران دارن و از زبان خودشون میشنویم و شاید بگم بیشتری کسایی که تو سالهای اخیر و ما امروز افتخار این داریم که در خدمت ایشون باشیم. من کم حرافی میکنم، ببخشید بیشتر حرافی کردم که مخاطبین بیشتری بیان بالا که الان خدمت های دکتر هستیم و از سخنان ایشون بفرمایید. با نام و یاد خداوند بزرگ و سلام و درود به حضور همه عزیزان، موضوع سخنرانی و این برنامه در حقیقت تهران شناسی از منظر باستان شناسی است. واقعیت اینه که تهران رو تا کمتر از یک دقیقه پیش بیشتر به دست توانا در حقیقت و جستجوگر مورخین و پژوهشگران حوزه تاریخ می‌شناسیم و خب در حقیقت می‌تونیم بگیم که دهه‌ها اهل تحقیق در حوزه تاریخ متون تاریخی رو کاویدن و جستجو کردن و به نظر میرسه با توجه به محدودیت اطلاعات مربوط به تهران هر آن چیزی که به دست آمده بودن عرضه کردن. در مناسبت‌های مختلف هم می‌بینیم که کتاب‌های منتشر شد، مقالات فراوانی و اکثر مقالات فکر کنم در حالا دفتر پژوهشی فرهنگی تهران پس کنم که منتشر شد به صورت مجموعه. خب به نقطه‌ای رسیدم که به نظر می‌رسه که اطلاعات من رو تاریخی به تحت کشیده به پایان رسیده و به نظر می‌رسه بیشتر کارهای بعدی ما تکراری جلوه می‌کرد. خب این در حالی است که دانش باستان شناسی در ایران در شهر تهران شکل گرفت و پای گذاری شد در دانشگاه تهران و انتظار این بود که از سال 1316 که دانشگاه تهران در شکل در دور باستان شناسی در پدید آمد، بخشی از توجه متخصصین ما، اساتید ما به حوزه خود تهران مرتبط شد. این اتفاق عملا نیفتاد و ما میبینیم نه تنها در مورد تهران که به نظر میرسه در مورد شهرهایی که باز خودش یک مرکز تمدنی مهم هست و خب معمولا این دو قانون به همدیگه ارتباط داره، اونجا هم این تمرکز اتفاق نیفتاد و شاهد بودیم که چه آسیب‌هایی به شهر باستان بهلی وارد شد. خب از باید گفت از سال
نخست. حالا قبل از اون ببینید که در گنجیابی و عدل جویی و تلاشویی در جای جای مملکت در دوره قاجار اتفاق میفته، اما یک درقت یادداشتی رو جان پونتیس در مقدمه مجموع مقالاتی برای بزرگداشت 65 سالگرد پروفسور واندنبرگ داستان شناس معروف می‌نویسه و در اون اشاره می‌کنه مجموعه ای از 7 پارچه ظروف سفالی خاکستری رنگ و از کنم سرد از سشن مفلقی که در ماه مارس 1900 میلادی توسط دلیل استقبال سفارت انگلیس در تپه های گلحک پیدا شد و اونها این مجموعه رو در سال 1901 به موزه بریتانیا در لندن در قطعه اهدا کردن. خب این اشاره میکنه که در اون زمان این گویا کسانی متوجه این داشته ها و این داشته های باستانی در دشت تهران در دامنه های مثل دامنه جنوبی البرز شدن در محدوده دشت تهران و ارتزان از اینجا به نظرم استارت این ارتباط ما میتونم بگم که با داده های باستان شناسی با دانش باستان شناسی برقرار میشه. این زمان به سرعت میگذره و در سال 1318 اونجور که چهار دوان کامبخش فرد میفرماید چند مغنی و کارگر که در اطلاق مهدی قلی خان هدایت در از هر محدوده آسالان قول حقیق ها مشغول حفاری بودن با تعدادی از حقیقت آثار و اشیاء هزار اولی الان به زمین باستان شناسان که رفتن بازی مواجه میشن و پس این دومی اتفاقه. خب بعد از این زمان بدون اعتنا به این مثلا داده ها میگذره و تا دهه 40 سال 47 و 48 که میبینیم برحال باز بر اساس یک گزارشی و مثلا اتفاقی در قیتنیه باستان شناسان ما روانه میشن برای بررسی سایت و مواجه میشن به یک سایت خیلی مهم و همون در حقیقت طرح و فروشی بزرگ کاوش باستان شناسی قیتنیت که به دست توانای شاندوان کامبخش فرد اتفاق افتاد و یک مجموعه نادر و کم نظیر و بسیار مفصل متنوع از حیث اشیا چه سفال چه مثل ابزارها و اشیاء برونزی و تزئینات و همه اینها به دست میاد و خب خوشبختانه نتایج این کاوش که خب اونجور که معروف هم هست به هزار اول منصوب هست و اون دفعه هم به یک لایه تاریخی یک دوره تاریخی در حقیقت مربوط میشن کشف میشه و البته به علاوه کاوش های بیشون بعد از انقلاب در کهریزه دبره باز در یک سایت مشابهی در هزار اول اتفاقی افتاد کاوش میکنن همه این حالا در حقیقت در کتاب تهران 3200 ساله منتشر میکنم. خوشبختانه این رو ما در دسترس داریم و در دسترس همه پژوهشگران و علمدان و دانشجویان و دانشجویان هست. خب نکته اینجاست که علیرغم این اتفاقات و این کاوش‌ها و این یافته‌ها که البته اشاره فرمودم در خیابان بوستان پنجم باز یافته‌های مشابهی داریم، در عرض کنم که در روز داریم یه سری آثار متأخرتر در سوهانک بعدها کاوش میشه دهه 70 و در اوین حتی بعد از اولا در دهه 70 در جریان پروژه اتوبان همت هم باز آثاری به دست میاد. این نشون میده که این پراکندگی قابل توجهه و میبایست که مورد توجه متمدیان هم قرار میگرفت که این اتفاق نیفته متاسفانه. خب شگفتی ما عرض کردم از همه جوانب هست، یعنی مرکزیت مثلا تشکیلات متولی امر باستان شناسی در تهران مستقر و متمرکز هست، کاوش های بسیار مهم و
معروف پروفسور اشمید در چشم علی و در ری در 1314 و 15 13 و 15 در ری اتفاق میفته. شادروان مصطفی خب سرپرستی کار رو بعد از ایشون به عهده میگیره که خودش متولی باز باستان‌شناسی کشور هست. اما هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه که متولیان، باستان‌شناسان ما، پیشکسوتان ما در حقیقت ذهنشون و اندیشه‌شون معطوف بشه به اهمیت دشت تهران. دشت تهران رو به عنوان نمونه از این جهت که در باستان‌شناسی خواهیم دید که استقلال کارکردی خودش رو داره و به این اعتبار در حقیقت البته ماهیت دانش باستان‌شناسی هم همین رو به آمیگه، جز این رو ما القا نمی‌کنه. اما به هر ترتیب توجهی معطوف نمیشه به موزه باستان شناسی تهران و در مقابل در حقیقت اکتفا میشه به اطلاعات محدودی که ما از تاریخ تهران داریم، چه به عنوان شهر چه به عنوان ده و قریه. این باز از این شگفتیه باستان شناسی رو بیشتر میکنه که چرا هم اطلاعات محدوده هم تنوع دادها از طرفی در این اتفاقات میبینیم. و این هستش که خب حالا بعد از این موضوع در دهه باز اوایل 70 می‌بینیم که برای حقیقت ساخت یک مخزن اموال فرهنگی در مجموعه کاپورسان در حیات سلام، باستان شناسان استان تهران باز در حقیقت میان و گمار زنی باستان شناسی انجام میدن. خب لایه‌های سطحی هم مخشوش و مستلم هست و همین که خب طبیعی است که به اون لایه‌های معمول و مورد انتظار قاجاری می‌رسن. اما بنا بر گزارش خانم علی اکبرزاده کوه مهینی باستان‌شناس استان تهران دیده میشه که خب سه تا قطعه سفال پیش از تاریخ هم در اون مجموعه پیدا میشه، ولی مثل خیلی از اتفاقات مشابه و حتی اولین مثل گرمان زمین بنده در بازار صندوق سازان داشتم، خیلی باور نمیشه این مثلا که این سفال های پیش از تاریخی متعلق به همین نقطه باشن، به همین لایه خودشون باشن. اول تصور این است که این جابجا شده، این لایه ها مستند بوده جابجا شده و بعد در نهایت فراموش میشه. نکته اینه که این تنها در حقیقت داده های باستان شناسی یا یافته های باستان شناسی مهم و مربوط به پیش از تاریخ تهران در حقیقت اسمش فراموش میشه و به کناری گذاشته میشه تا سال 1393 که با سر یک اتفاق، سر یک استعلام در بازار صندوق سازان بنده از طرف اداره کل میراث فرهنگی میان شهر استان تهران برای بازدید از مجموعه رفتم و با توجه به قدمت ظواهر ملک که یه سری هر حال ستونی و دیوارهای قدیمی دننسر شاید پهنداری اول و بازاری شاید حتی داشته میداد، پیشنهاد دادم که اینجا باید گمان زنی باستان شخصی بشه که خوشبختانه خوب کمیته فنی استان پذیرفت و مجوز پژوهشگری صادر شد و کار شروع کردیم. کتیبه نداشت آقای دکتر؟ کتیبه نداشت اونجا؟ کتیبه چی؟ برای کتبه های تاریخی؟ نه، از بنا آمده. نه، ظاهر بنا اینه، ظاهر بنا این دوره رو بشه. خب رفتم، این در حقیقت بعد از اتفاقی که در حیات سلام کاکولستان افتاده در اوایل دهه 70، این میشه گفت اتفاق عجیبی است که ببینید چه حالا واکنشی همه ما داشتیم و چه همکارای ما و چه استفاده کردیم از این اتفاق. خب باز هم به طور معمول لایه های سطحی ما، لایه های اولیه ما به دوره قاجاری برمیگشت که خب اینقدر دیگه تهران با دوره قاجاریه پیوند خورده و تاریخ اینقدر مشهون از اطلاع دوره قاجاری است که انگار که تنها داشته و دارایی یا در اطلاعات تاریخ هم مربوط به همین دوره قاجاری است. در حقیقت هم خب درست ما خالص در ارتباط با دوره‌های پیشین و بنابراین خب این لایه برای ما خیلی به ظاهر اهمیتی نداره. یه سری قاجار فرشایی هستن، دیوارچینی‌هایی هستن که البته اهمیت کیفی ندارن و شاید به هم ریخته مخشوش باشن، اما
باستان اصول باستانشناسی میگه که خب اینو بعدا فرصت است ما اداره بدیم تا سطح خاک بهش، یعنی اون در حقیقت مثلا اون قراری که در دانش باستانشناسی از اونجا در کار ما باستانشناسان شاید میشه گفت که از نظر اون دیگه در لایه های مثلا عمیق فرو میریم در حقیقت پایین میریم تموم میشه، یعنی کار ما اونجا از نظر تعمیق و پایین رفتن رفتن از لایه تاریخی به پایان میرسه. خب در اون حدود شاید بگم در زیر زمین حدود 3 متر 3 تا 4 متر یک باره ما با قطعاتی از سفال پیش از تاریخ مواجه شدیم. خب سال 93 هنوز نه پشت با دقیقا نه پیشینه راجع به این موضوع در تهران منهای اون موضوع حیات سلام کافرستان هست و نه اتفاقات بعدی خب پیش نمیده. خب این سفقه سفال با اینکه قطعات کوچکی بودن ولی کاملا نشون میدادن که سفاله پیش از تاریخ هستن با اینکه ساده بودن و منگوش نبودن. خب در همایش باستانشناسی سالانمون که همون سال اتفاق افتاد در محل موزه ملی این قطعات سفال بنده به ترک با همکاران باستانشناس خودم در میون گذاشتم و مثل همون سفال های کاخ گلستان باز هم به نظرم دوستان جدی نگرفتن و باور نداشتن این سفال ها سفال های پیش از تاریخی است و متاسفانه به خاطر شرایط سخت اون سال ها سازمان داشت و اصلا یک محدودیتی هم بود برای آزمایش های اعتبار لیسانس، من موفق نشدم برای تحمیل اعتبار بکنم و اینها رو به پژوهشگر بسپارم. اون زمان هزینه دریافت کردن گرفتن از باستانشناسان برای این کار. خب این موند و تا سالها بعد، البته من نتیجه این دیتینگ رو گرفتم اما سالها بعد. خب همون سال فرصت پیش اومد بنده در محله دولاب که یکی از محلات قدیمی تهران هست بعد از بازدیدی که مدیران شهری تهران و مدیر کل وقت میراث فرهنگی داشتن تصمیم گرفتن که یک بنای تاریخی معروف به مسجد پیر دولاب در محله دولاب هست که اینجا رو میراث فرهنگی نظر بده و اقدامات مرمتی خودش انجام بده. خب طبیعی است که این وقتی در حوزه معاونت میراث فرهنگی مطرح میشه باستانشناسان که توی کمیته هستن پیشنهاد هم به کاوش باستانشناسی میدن که این خب اتفاقا باز به بنده این مسئولیت محول شد. بعد از مجوز پژوهش و میراث فرهنگی کارو شروع کردیم در همون سال 93. ویژگی این کاوش این بود که یک بنای تاریخی کهن بود که به الان این رو میدونیم که کهن‌ترین بنای تاریخی سرپای استوار شهر تهران هست و اینو خیلی ها نمیدونم متاسفانه، یعنی تمرکز توجه همه ما رفته به بافت تاریخی تهران. در این در حالی است که در متون تاریخی ما میدانیم که دولاب یکی از محلات بسیار کهن تهران است، حتی الان میتونم بگم بر این باور هستم که ریشه های پیش از اسلامی داره اون ده و اون قریه. خب وقتی سراغ این بنا رفتیم بنا یه بنای از نوع مساجد در حقیقت ساده با معماری ساده هستش که این نوع این سبک مساجد رو که معمولا از مساله خشت و چینه هم ساخته شده با پوشش در حقیقت گنبدی و تاق و حوض های متنوع این نوع رو در حقیقت ما به نسل مساجد هزار ساله میشناسیم. در ایران از این نوع مساجد ما زیاد نداریم. یه نمونه که میتونم بگم شاید قابل قیاس با این مسجد باشه مسجد جامع شهر کیلان توی اداره کل میراث فرهنگی استان اون زمان مرمت شد، ولی شما وقتی پلن و استراکچر این مثلا و ساختار این مسجد رو مقایسه و بررسی می‌کنید اون موقعی اینا به هم شباهت داره. یا مسجد دو تا مسجد دیگه هم قابل قیاس که داره مسجد در مسجد جامع اصفهان هست و بخشیش و در عرض کنم که یک مسجدی هم هست در جاجرم خراسان شمالی. این سه چهار تا مسجد به نظر میرسه از یک افق تاریخی اومدن و از یک افق تاریخی شکل گرفتن. از بین مردم سراغ مردم در این محل و در این روستاها یا شهرها وقتی میرید میپرسید میگن
مردم اعتقاد دارن این مسجدها هزار سال است. در کیان اینجوری، در خراسان اینجوری بود، در اصفهان هم همین بود است. خب ولی طبیعیه که وقتی باستانشناس و باستانشناسی سراغ این آثار میره باید مستند و مطمئن و محکم صحبت کنه و از یافته های خودش دیگه که انطباق داره با این ادعا و باور عمومی. خب ما به تبع توجه به محدودیت فضا هم بود، مسجد هم مسجد خب صدها سال قدمت بود، برای نمیتونستیم در هر جای مسجد کاوش بکنیم. در جایی که راه میداد در حقیقت و میتونستیم خب دو تا گمانه باز کردیم در دل مسجد و یک گمانه رو تا سطح خاک فکر در حقیقت پیش رفتیم و اطلاعات زمین شناسی خیلی خوب اونجا پیدا کردیم به دست ما از کمک دوستان زمین شناسی و رسانه زمین شناسی. ولی آنچه که ما به دنبالش بودیم که بالاخره این مسجد به چه دوره‌ای تعلق داره. حدیث که مسجدی که نه کتیبه داره در حال حاضر نه در متون تاریخی ازش اسم برده شده کارا رو سخت‌تر می‌کنه. ما باید می‌رفتیم به سراغ یافته‌های خودمون، لایه‌های تاریخی که این مسجد در اون بنا شده بود. خب لایه‌های اول به تن می‌تونست به مثلا خود کف در واقع لایه‌های مختلف کف مسجد برگرده، یعنی خود ساختار مسجد که خیلی می‌تونه که متأخر یا متأخر شامزه شده باشه، اما در حد لایه قطوری تا اون تا حدود 220 سانتی متر از کف مسجد ما از سفال‌های که بیشتر این لایه‌های ما بودن از سفال‌های دوره سلجوقی بود و الان میتونید به صدا با هم ببینید یافته های این کاوش رو. مکان مسجد هایی مسجد؟ نه 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 این که باید ببینید. خب ببینید من در همزمان توضیح بدم، محله دولا یکی از قدیم ترین محله های تهران هست که یا میشه گفت دهات یا روستاها یا قرا تهران هست که اتفاقا شخصیت های برجسته ای هم در تاریخ از این مثلا دولاب داریم. عرض کنم که احمد ابن ابو حماد دولابی مثلا یک شخصیت معروف هست که جالبه که در متون تاریخی خود تبری در حقیقت به محضر این شخصیت می‌رفته برای تعلیم در حقیقت آموزش مثلا برخی از دروس و همزمان که در محضر محمد بن حمید رازی در ری تحصیل می‌کرده در مقدمه کتاب خودش میاره که زمانی که از کلاس درس ابو حماد دولابی مثلا درستان تموم شد دوان دوان همچون دیوانگان به سمت ری میرفتن که به حقیقت به اون کلاس حمیده محمد اون حمیده رازی برسن. خب یک این هست. شخصیت های معروف دیگری هم باز همچون ابو حماد دولابی ما داریم در بطون که نشون میده در یک افقی در حدود مثلا قرن دوم از سوم هجری دولاب خیلی اهمیت داشته و این شخصیت ها از این نقطه در حقیقت برخواستن و آثار علمی فراوانی هم از خودشون به جای گذاشتن. در متون تاریخی هم مکرر با دولاب برخورد داریم. مثلا در دوره غزنوی میدونیم که وقتی که محمود غزنوی میخواد به ری حمله کنه در مثلا محدوده دولاب اینها که میگن عسکرگاه اون زمان بوده مثلا لشکرش رو مستقر کنه و از اونجاست که پیام‌های اولیه مبادله میشه با مثلا حاکمان سامانی ری. خب این الان فکر کنم که این ظاهر مسجد دولاب هست. این ظاهر این بنا به هیچ وجه تاریخی رو به شما معرفی نمی‌کنه یا نشون نمی‌ده. شاید دلیلش همین بوده. ولی وقتی وارد مسجد میشی با یه همچین حد معماری زیبا و به نظر من شگفت‌انگیز مواجه میشید. این همون در نسل یا
در حقیقت نوع معماری مساجدی است که بین مردم به مساجد هزار سال معروف هستند. این جزهای قطور دیوارهای در حقیقت عریض و ارتفاع کم که فقط خب فضای محدودی که میتونسته با این تکنیک های قوسنی و پوشش میتونسته پوشش بده و فضا رو تعمیم کنه. نه شبستان مستقلی هست، نه گنبدی هست، نه مناره هست. و خب این در حقیقت به نوعی هم چیزی که گفت که در حقیقت یک معماری بوم‌آورد محلی هم هست در اون افق. از این حیث هم باید خیلی مهم باشه که میراث معماری ما در شهر تهران، در قرای تهران، در مثلا دهه‌های تهران چی هست، در حالی که در متون تاریخی می‌بینیم که مثلا عجایب گلدان زکریا قصری مثلا یکی تهرانی‌ها مثلا خونه‌هاشون صورت دخمه‌هایی در زیر زمین بود یا مورخ بعدی هم تکرار می‌کنه. پس بنابراین در یه همچین دوره‌ای که ما بعدا خواهیم گفت متعلق چه دوره هست، وقتی یه همچین آثاری شکل می‌گیره معلومه که خیلی مهم باشه و میشه دنبال مثلا میراث معماری هم افق و هم دوره اون هم گشت. لایه‌هایی که هستن، ما یه لایه قطوره دوره سلجوقی داریم که نشون میده این بنا روی دوره سلجوقی، روی لایه‌های دوره سلجوقی ساخته شده و مثلا مواد فرهنگی و لایه‌های تاریخی دیگری نداره. متأسفانه فرصت نشد، امکانش نبود که این در واقع مواد فرهنگی و سفاله رو به ترمون رنسانس بسپاریم و بتونیم که تاریخ قطعی و مطلق داشته باشیم. اما سفاله کاملا نشون میده که متعلق به دوره سلجوقی است. حالا میتواند ببینید این مسجد محمدی ناهین هست که شباهت زیادی داره این مسجد ایران و این مسجد جامع اصفهان هست. ملازم فرمایید باز همون جنس ها، همون نوع پوشش و این درگوش ها رو ببینید. این مواد فرهنگی است که انتخاب کردم، درگوش های سفالی است که در دوره سلجوقی ما فراوان داریم، در دوره های البته بعد هم هست ولی در ری فراوان از این مواد. اینو مشخص باز زرد کجه پیانی کجه بیست سفاله یا از این نوع خب به سفال و نفس کمیه اسکرافیاتو و نابی یک رنگ و فیروزینی مشبکه و این حالته از کنم که از اینکه اون دردش های یه بار میگه لطف کنید بیاری دردش های دایی شکل بله یه مورد در مورد اینه توضیح میدونه این درگوش. ببینید در حقیقت این محدودیت اطلاعات ما و یافته های ما در این کاوش دستمون در حقیقت بسته میذاره که ما خیلی در مورد معماری این منطقه نمیتونیم صحبت کنیم چون یافته معماری نداریم و از این معنی یافته های سفالی در حقیقت دست گرفته هستش. اینها رو ما در ری هم داریم، فراوان در دل دشمن کار کردیم، داریم در افق هم عرض و هم شبوری خودش در روی اسلامی. اینو سفاله ها در همین دوره سلجوقی بسیار کاربرد داشته، جز از بیشترین در حقیقت کاربردی هم ظروف مستعمری هستن که در روزمره مردم کار دارن. اما وقتی به سفاله های بسیار از این تیپ ببینید که وجه تزئینی و دکوراتی به اونها بیشتر میشه، ببینید این سفاله اسکرافیتون که اون نقش کننده است و از پیشتر از قرون استنشاد در ایران باب میشه. سفاله خب نشامی معروف از پنجاجان معروف و همساله هم. بعد در اینجا ما دقیقت لایه های متأخرتر یا دوره های جدیدتر رو داریم میبینیم در دولاب و یا این سفاله یا این ظرف لابی یک رنگ که از شوش داریم تا نیشابور بعد بعد که اینجا خب منظر فرمید و این ظرف ظریف فیروزه‌ای یک رنگ فیروزه‌ای مشبک که باز در حقیقت جز اون تیپ های سفال ما در دوره سلجوقی هست. آقای دکتر من چند تا سوال میپرسم و از اینجا بحث رو یه مقدار گفتگو محور دلو ببریم. خواهش کنم آقای دکتر، سوال اول اینه که ما از کی واقعا میتونیم تهران رو شهر نامی و مدنیت بهش بگیم که شهر تهران به وجود اومده، نه اینکه قریه تهران یا ده تهران، از کی میتونیم بهش بگیم شهر هست؟ چه دوره ای؟ ببینید
در هفت اقلیم امین احمد رازی 1002 برای اولین بار می‌بینیم که مثلا تهران به عنوان شهر اشاره میشه. البته تأکید میکنه که در زمانی که در این افول در کدام سال دهه در قرن دهم هست 961 هجری به دستور شاه عباس بود که قلعه تهران ساخته میشه تا 114 برج و به اصطلاح که تأسیس است سوال قرآن کریم این سرچ میگیره. خب اینجا عنوان میکن عبارت چیه؟ این تهران در این زمان سمت شهریت یافت و به زیور بازار و زیور اسواق متجلی آن تحلی گردید. خب ببینید ما اینجا رسما میدونیم که تهران شهر شد، یعنی 960 که تهران پایرزی شد، شهر تهران پایرزی شد، برای روایت تاریخشن که قول امین احمد رازی هست. اما واقعیت اینه که در دوره تیموری کلاویکو وقتی که در میانه سفرش به تهران وارد میشه از شهر تهران صحبت میکنه، یه جایی رفتم که به شهر رفتم که تهران مینامی داشت. خب من در مورد این روایت تردید دارم، چون یه بیگانه خارجی اینجا به شهر نامیده و ما متاسفانه در هیچ کدوم از متون تاریخی با واژه شهر و برچسب شهر در فرما تهران سرکار نداریم. اگرچه میدانیم که یکی از دلایلی که این مثلا کلابی خود تهران رو شهر مینامه جمعیت کثیر تهرانه و آبادانی تهران، و عجیبتر این که در یکی از متون باز میدونیم که در فکر میکنم که همدانه مصطفی میگه که در ماقبل تهران جمعیتی کثیر داشت، یعنی با اینکه داره میگه قصبه یا ده تهران ولی میگه در ماقبل جمعیتی کثیر داشت. یعنی چی؟ یعنی که میتواند قول کلامی خوب برگرده به کثرت جمعیت اینجا و در حقیقت کثرت به تبعش خانه‌های شهر تهران و آبادانی شهر. به هر حال این دو تا روایت ما در مورد شهر تهران داریم و در غیر از اون همواره از قرون اولیه هجری با حالت از زمانی که تهران رو ما حالت اولی روایت نار تهرانی است که همانی تهران عنوان میشه که نشون میده اینجا جایی بوده. خب میره مثل ما تهران به خیلی از جاهای کشور به اون زمان سرزمین برده میشده و شهرت یک پیدا میکرده. خب از اون زمان قلعه تهران هست، ده تهران هست، قصبه تهران هست، اما همزمان در موازات این ده و قریه و قصد تهران ما قرای دیگر داریم. اما قرای دیگر یکیش دولابه، یکیش دونیه است یا ترشت یا تجرشت هست یا ارز کنم که ونک هست، ده ونک هست و اصفهانک هست در دورای مختلف. یعنی میخوام بگم که در قرون اولیه در طول دوره اسلامی تا زمانی که تهران مرکزیت پیدا میکنه و اشراف پیدا میکنه به همه این جوانه، یا مهران هست، ده مهران یکی از مهمترین دههای دهات تهران هست، دشت تهران مدیون هستش که به نظر ما ریشه بیش از اسلامی داره. حتی کجا قرار داره؟ مهران همین محله در حقیقت میشه گفت زرافخانه تهران، بالاتر از پل شریعتی بعد از همت. خب که هنوز هم ظاهرا در دوران متأخر اسمی از مهران بوده. خب ببینید دولاب، مهران، تهران و خب خود قصران که در منطقه شمالی هست، اینها واژگان پارسی است که به نظر میرسه حتما ریشه های پیش از اسلامی داره. خب در زمانی که دشت تهران از اون رونق و اهمیت خودش میفته، این خواهیم گفت که دانش باستان شناسی چطور رو ما کمک میکنه که بگیم اون دوران طلایی و دوران بزرگی و گستردگی و آبادانی این دشت، جوان این دشت چه زمانی بوده؟ بده که سوال بعدیم که از این بحثم دور نشیم همین که دوران طلایی تهران از منظر باستان شناسی و شما چه دوره‌ای می‌دونید و از چه دوره شروع میشه و تا چه دوره ادامه پیدا می‌کنه؟ خدمت رو عرض کنم که
ببینید همین که ما آثار پیش از تاریخ رو در جاهای مختلف عمدن باستان شناسی بله دیگه باستان شناسی مادن ما آثار پیش از تاریخ رو در نقاط مختلف عرصه شهر تهران کلان شهر امروز هر شهر امروز پیدا کردیم و شناسایی کردیم در لایه‌هایی که مطمئن هستیم که سر جای خودشون هستن و دانش باستان شناسی در حقیقت به با متد علمی خودش در روش‌های علمی خودش رسیده. پس دیگه اون تغییرهایی که در مورد یافته‌های سفالی بازار صندوق‌سازان بود در سال 93 یا عرض کنم که یافته‌های مثل کاخ‌کردستان اینا دیگه قابل قبول نیست. الان دیگه لایه‌هایی که در جای خودشون کاوش میشن و این آثار به دست میاد حالا جالبه که در همون لایه‌ها ما جابجایی مواد فرهنگی رو کاملا داریم می‌بینیم حالا در مورد بازار صندوق‌سازان دقیقاً یه اتفاق افتاده حالا عرض می‌کنم اما این نشون میده که پس باستان شناسی میتونه در این حوزه تمرکز پیدا کنه و اهمیت پیدا کنه خب وقتی که بعد از سال 93 که در بازار صندوق‌سازان ما اولین یافته‌های پیش از تاریخ تهران رو رسما اعلام کردیم و پیدا کردیم در پاییز همون سال خب به طور اتفاقی در خلال یک پروژه در شرکت آفازلا به تهران خب دانشی باستان شناسی تقاضی سفالی پیدا میکنه که خب به استاد خودش گزارش میده و آقای دکتر اسماعیلی باستان شناس ترکان و محبوب و همکار عزیزمون خب میاد کاوش رو انجام میده به عنوان سرنصیحت و یافته های کاوش ایشون بسیار شگفت انگیز است یعنی اونطور که در گزارش ایشون میخونیم از نوسنگی بین سفال ما لایه ها رو داریم تا دو تا هزاره اول یعنی دقیقا میتونیم بگیم که بدون گه بدون فاصله چندان یعنی میان این تسلسل این تداوم این مثلا حیات فرهنگی و اجتماعی میاد تا به هزاره اول کجا جایی که در دهه 40 شاردهان هم بخش فرد در تهران در قیلی هفتاری کرده میخوام از بر همینجا به اهمیت باستان شناسی چرا اون زمان به اون یافته ها بها ندادیم و اهمیت ندادیم اگر اون زمان باستان شناسان رو میمدن در اقیقت جلسه این داشتن و راجع به این بحث میکردن و یک ایده و ترمی راجع به شهر تهران راجع به آمایش به نظر من آمایش باستان شناسی شهر تهران تصویر میکردن و ابلاغ میکردن در هر تفسیر یه دهه 50 این قرار میگرفت ما این همه با این در حقیقت آسیب ها و صدمه ها و تخریب های این لایه باستان مواجه نمیشدیم کما اینکه همزمان با این به صدای لایه هایی که سر جای خودش همچنان من فکر میکنم خب محفوظ هست و جای کار فراوان باستان شناسی داره یا به موازات این ما یه سری عناصر دیگه زیستی داریم زیست انسانی نام یکی از سازه های مثلا معروف ایران به نام قنات هست متاسفانه در خلال پروژه های عمرانی شهر تهران در خلال برنامه های توسعه شهر تهران ما میدونیم که اکثر این قنات ها متاسفانه از بین رفت و آسیب دید خب اگر این طرح آمایشی تصویر میشد و اجرا میشد ما با این همه تحقیق آثار مواجه نمیم خب ببینید آقای دکتر اسماعیلی پس اگر بخوام جدول گاهنگاری باستان شناسی تهران رو بنویسیم با اطمینان میتونیم که کمتر دوره یا افق زمانی است که ما درش خلل داشته باشیم اینو خیلی از هنوز خیلی از به اصطلاح پژوهشگران خیلی از همکاران ما مطلع نیستن یعنی اگر ما هنوز برای طراحی جدول گاهنگاری باستان شناسی تهران اقدام نکردیم الان که من این جدول رو در صفحات اول شما رو تمدید تهیه کردم با کمک اطلاعات تاریخی، با کمک داده‌های باستان شناسی بسیار محدود خودمون یک جدول گاهنگاری نسبتاً بی‌کم و کاست و کامل داریم می‌گیریم. ملاحظه می‌فرمایید تا دوره قاجاریه که حالا منابع و متون و اسناد و مدارک ما کفایت می‌کنه، ما این تداوم و تسلسل رو داریم و مگر در یک مثلا در حقیقت لایه هزار ساله ببینید در حال لایه نگاری بازار حضرتی هست ببینید حالا این نکته من داخل پرانتز عرض می‌کنم در بازار حضرتی اصلا انتظار این آثار نبود چون
حتی آثار من توقف برخورد با مثلا ساختارهای قاجاری فرهنگی مثلا مثل بازار سنگسازا نوشتم، ولی شما ملاحظه فرمایید دوره قاجاری رو ما داریم، دوره صفویه رو داریم و پیش از صفویه که کسی باور نمی‌کرد در ابتدا، اما الان ما دیگه مواد فرهنگی رو آدادی آزمایشگاه و تاریخ مطلق گرفتیم که دقیقاً به دوره پیش از صفویه می‌خوره و دوره باز پیش از دوره آغاز تاریخی هست، این لایه پنجم و دوران پیش از تاریخ که ملاحظه می‌فرمایید در حد چهار دوره پیش از تاریخ رو داریم که به خاک بهش در نهایت می‌رسیم. اما اینجا به تبع به اون لایه یا دوره نوسنگی به بروسفان رو به تبع من باش مواجه نشدم، ولی خوشبختانه در فاصله نزدیک بود در مولوی همکار عزیزم آقای دکتر اسماعیلی باش مواجه شد و این جدول نگاه نگاری ما رو خوشبختانه تکمیل می‌کنه. ما هم می‌بینیم این جدول رو. خب یکی از یافته‌های مثلا جالب توجه ما در بازار حضرتی بعد از اون آثار دوره قاجاری یه ساختار معماری خشتی عظیم بود که واقعا اول می‌بینیم چه تدیدیتون هم در این فضای محدود یک مغازه که ملاحظه می‌فرمایید اینجا که قوسی در ظاهرش آشکار بود، مسائلش هم خب خشت هست و در کنار اون باز یک ساختار خشتی ببینید، این ساختار خشتی است که بعدا در امتداد به اون ساختار ساختار آجوری به ساختار خشتی منتهی میشه، اما این ساختار خشتی یه ساختار مربعه، یعنی یه جرز یک بناست که بعدا ما در جانمایی این ساختار این مثل ساختار در دل تاریخ فهمیدیم که این باید در حقیقت پلن یا ساختار یک هم برج‌بانوی تهران باشه، این در حقیقت یک جرز از دیوارهای دروازه شاهدرزی به دوره صفویه است، یعنی قلعه صفویه تهران هست و در ادامه اون ساختار خشتی در حقیقت بخشی از برج‌بانوی شهر تهران است و ما باز دانش باستان شناسی به ما ادامه کار تا سطح خاک‌بهشت رو القا میکنه که در ادامه در ببینید کاملا این قوس رو شما در اینجا میبینید در روند کاوش و این ساختار آجری، یه ساختار آجری در کنار مربع از مشخص دو در دو و ارز کنم که اینجا خود باعثی به مسئله هست در حال در نهایت در عمر حالا حدود باز در همون لولی که در بازار سنگ‌سازان بهش مواجه بودیم اولین سفال پیش از تاریخ رو و سه چهار قطعه دیگه در لایه های بعدی که خوشبختانه نتایج آزمایشگاهی ما دقیقاً باز هم افق با هم بازار سنگ‌سازان و هم با یافته های دکتر اسماعیلی بود و این جدول نمی‌کنه در این تراشه نقاط پیشروی ما که به خاک بهشت در نهایت رسیدیم و این ساختار معماری که در نهایت در بازار حضرتی به دست اومد. آیده که من سوال بعدیم راجع به همین سفال پیش از تاریخی که هم توی تالار سلام کاخ گلستان و بازار حضرتی پیدا شد، من می‌خواستم بدونم که شما دیتینگ از این دارین یا دوره ای ازش می‌شناسید، بلکه دوره ای بود که بله پیش از تاریخ از کدام جدول راهنگاری پیشنهادی خودم رو من اینجا میارم که مراجعه فرمایید. ببینید این الان پراکندگی سایت های ما هست، قیتلیه رو شما در شمال میبینید با اون ارز کنم که این سایت های اقمالی خودش که از دوستان پنجم هست و بعد با فاصله قابل توجهی ببینید این پهنه نمیتونه پهنه بلا استفاده باشه در طول هزاران سال و یافته های باستان شناسی ما برای همین اهمیت رو تاکید میکنه که ما به یافته های اینجا در حقیقت نگیم یافته های وابسته به چشمعلی، جامعه که اینجا زندگی میکرده یاد داشته جامعه مستقلی بوده که در این پهنه و در این دامنه البرز زندگی خودش رو با استقلال در حقیقت کامل از حیث ارز کنم که تأمین مواد غذایی و ارز کنم که محصولات فرهنگی و محصولات و ابزارهای روزمره زندگی خودش با این تنوعی که شما میبینید اینجا هم در پایین ترین قسمت شما مولوی رو میبینید در ادامه بازار پدراکیوسیچار بازار حضرتی و بازار سنگ‌سازان و اینجا کاخ گلستان
این نشون میده که ما میتونیم با تکیه بر این یافته های متنده و پراکنده هست کنم که خب به تهران هم بها بدیم هم مرکزیت برای مطالعات آتی خودمون. خب اینجا شما ملاحظه فرمایید نوسنگ بدون سفال بعد از تاریخ 6950 است که حالا به علاوه منفی 570 خاطر راست 570 داریم میبینید در مولوی باز در همون سایت شما 6870 رو میبینید در بازار صندوق سازا ببینید تاریخی نزدیک به اون هست یعنی 6750 یه فاصله حالا 100 ساله و کاخ گلستان رو من در این فاصله گذاشتم قطعات سفال کاخ گلستان رو در کتابچه همیشه دوره گذار از مسنگیر همینطوره ببینید و عرض کنم که باز بازار حضرت ملازم فرمایید این فاصله رو به صدا 6500 هست که من اینجا دوره مسنگیر رو گذاشتم و اواخر باز مسنگی بازار صندوق سازان رو گذاشتم و در ادامه ببینید باز البته با تردید اواخر مسنگی و خب دیگه اینجا عصر نفرقمون در مثلا افق عصر نفرق در حقیقت در باز محبتی باستانی مولوی دیده میشه در بازار صندوق سازان دیده میشه در بازار حضرتی دیده میشه تا 1300 پیش پس های دکتر ما در خود تهران فراتر از شهر ری که همیشه زیر سایه شهری بوده تهران خود شهر تهران به جز ری از هزاری هفتم ما آثار داریم چون باستانشناسی دینه میگم دینه یه چون گفتگوی قبلی دینه یه علم متریالیستیه ما ماده‌ای داریم که از هزاری هفتم و دوره گذار از نوسنگی به مسوسنگی مسوسنگی مفرق و بعدش یک گپ هزار ساله و بعدش دوره آهن که قیطریه و بعدش که دوباره اسلام شروع میشه همینطوری همینطوره ملازم فهمید در این جلسه تقریبا جز این افق 4000 تا 3000 که من در اشاره گپ گذاشتم ما بقیه دوره ها رو شما تقریبا دارید کامل میبینید فواصلی که حالا بر اساس رده دیتینگ انحصارم دارید میبینید خیلی قابل اعتماد نیست به نظر من یعنی اگر در جاهای دیگه تهران میتونستیم این امکان کاوشون داشتیم اگر یه برنامه تجربهشی داشتیم یعنی تنها در یک کاوش رسمی و دو تا گمان زنی این اطلاعات به دست اومده و ما به زرس قاطع عرض بکنم که در مورد تهران رسلا اطلاعات قابل توجهی رو میده در منابع با تفاصیل باستانشناسی با تحلیل های باستانشناسی دوره ما رو علامت سوال بشن برای اینکه ما باید توی این دوره متمرکز بشیم ببینیم که چه آثاری از این دوره اما نکته جالب این که در دوره هخامنشی در یکی از از کنم که مثل جغرافی دارم یونانی اشاره میکنه که به شهری که در شمال بالا دست در حقیقت شهر ری هست این ظاهرم میتونه این جانبا به تهران مربوط بشه من این رو با تردید گذاشتم اینجا و حس کنم که شهر آقامی هست که باز در دوره سلوکوس میخاطر ساخته میشه عنوان میشه در طرف شمال میگه دکاتور سلوکوس دکاتور در شمال ری بنا کرده نظر میسه باز میشه این جغرافیا رو در حقیقت به تهران منطقه دانست و دوره اشکانی جالبه که در یک جایی حالا باز بخش خصوصی من این رو دست سکره کردن که سکه هایی از دوره اشکانی در تهران به دست اومده که خب باز البته با تردید و علامه سوال باشم ولی به نظر من که سوال هجوش باستان شناسی به اینها هم رسید و جالبه که دوره ساسانی رو من علامت سوال گذاشتم با اینکه میدانیم که تهران، مهران و دولاب ریشه در پیش از اسلام دارن ولی انتظار ما این هستش که دانش باستان شناسی دکتر راجب
بناهایی که از صدر اسلام تا دوره صفویه در تهران وجود داره آیا بنایی هستش که شما بتونید معرفی کنید؟ خب در حقیقت بین مورخین ما، باستان شناسان ما، عرض کنم که اهل تاریخ معماری ما تمام تمرکزشون رو همین موضوع بود که حالا که دسترسی به داده های باستان شناسی، به لایه های باستان شناسی تهران نیست، خب تمرکزشون شبیه بناها داریم. خوشبختانه تک و توی که بنا داریم که به پیش از صفویه برمیادن، از جمله که از مهمترین اونها امامزاده بقعه امامزاده یحیی هست در دل تهران که عرض کنم که خب معروف هستی که قاب کاشی بسیار مزار هست که قرار به دوره سلجوقی برمیگرده و این رو میتونیم قدیم ترین بنای بسیار بعد این رو توجه در تهران هست. اما به نظر میرسه با توجه به اطلاعاتی که از کاوش ها و پژوهش های دولاب داشتیم در هر حال این بعد از مثلا مسجد پیر دولاب هم میده. یعنی قدیمی ترین بنا دیگه الان مسجد پیر دولاب که البته همه صفت نشده که البته هنوز منفق نشده و امیدواریم که هم گزارش این کاوش ها منتشر بشه که با تحصیلانی افتحانی افتحانی از کار همه این ها نشون بیدید ما کوتاهی داریم میکنیم و توجه و اون تمرکز بایسته رو این موضوعات میکنیم. خب خیلی ممنون آقای دکتر از سخنان ارزشمند شما و من در اول عرایزم یادم رفت که تسلیتی عرض کنم خدمت تمامی فارسی زبانان در گذشته، استاد آواز ایران، استاد محمد رضا شجریان و اثر خودم و خانه اندیشمندان علوم انسانی، خانه اندیشمندان عزادار این درگذشت است و زایر بزرگی بود که به ما وارد شد و تشکر میکنم از آقای دکتر قدیر افرون که اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار ما گذاشتن و ما رو کمی حداقل با پیشینی تهران آشنا کردن و بسیاری از ماها نمیدونستیم اصلا تهران از کی مدنیت شد، از کی تهران شهر شد، از کی کدوم بنا قدیمی ترین بنای سرپای تهران بود که همه توی این لایو الان معرفی شد و به استثار شما رسید. آقای دکتر اگر عرضی نیست که ما لایو رو تموم کنیم. سپاسگزارم از خانه اندیشمندان علوم انسانی و از شما دوستان عزیز. عرض کنم که این کار خیلی ارزشناس بهتر همین لازم هم هست بهتر این سلسله صحبت ها سخنان همراز رو باستان شناسی مثلا تهران که مرفوع به ما بشه برگزار بشه. اما در نهایت به نظر من خیلی خوبه که توی مجموعه رو متعلق شهر به تهران هست این که مدیریت شهری تکلیف خودش رو برای قدیم ها بهتر بگم رسالت خودش رو راجع به پیشینه هزاران سالی شهر تهران دقیقت به دست بگیره و همهش رو دریابه و انشاءالا کمک بکنه و دعوت بکنه در حقیقت از خانوم های باستان شناسی مثل دانشگاه هایی که در تهران مستقر هستن و کنند مثل دانشگاه تهران داشته همه دانشگاه شهید داشتی که خیلی باستان شناسی داشته و خود پژوهشگاه میراث فرهنگی دعوت بکنه و در حقیقت این هم‌اندیشی ها و این همفکری ها راجع به آنچه که شایسته باستان شناسی تهران هست انشاءالا درش اتفاق بیفته و انشاءالا منجر به آثار ثمر بخشی بشه و مردم و شهروندان تهرانی بدونن که به عینه مواجه بشن. ما سایت مزاحم داشته باشیم، این یافته ها رو منتقل نکنیم سریع روی ماسر رو نکشونیم و مردم بتونن از سایت مزاحمی که خواهیم بشه شهرمان به لطف بسیار مدیر محترم شهر تهران واضح بکنن و مهمانان شهر و گردشگران و هرچی بیشتر با پیشینه شهر و ریشه و از کنم که و قیمت هزار اکسانی فیلان در همشنه فیلان شما شده شد. من به رسم شاگردی و عرض کنم که این سخنرانی در مورد خود شهر تهران بود ولی خب کارهای خیلی شایسته و بایستهی آقای دکتر یوسفی زوشک در اطراف تهران در رباط کریم در منطقه میمنت آباد و
و تقریم مداد انجام دادن که خود آقای قدیر افرون هم ناظر اون پروژه بودن و افق‌های آغاز ایلامی اونجا پیدا کردن، های بناهای اداری که میخواستم از آقای دکتر یوسفی بیشتر بگم که این برنامه مختص تهران بود و حواشی تهران نبود و اینه سوالات بسیاری داشتم از آقای افرون که بپرسم. خیلی ممنون از حوصله‌تون و از نگاه زیباتون. خیلی تا برنامه بعد خدا نگهدارش. خیلی ممنون.